صبح کابل با پرتاب 24 موشک به بخش های مختلف شهر آغاز شد. این موشک ها در مربوطات حوزه دهم، چهارم، دوم، برج برق چهار قلعه، کوچه طاهری، نعمت پلازا، چهارراهی گل سرخ، چهارراهی صدارت، بلباغ عمومی، جاده اسپینزر، نزدیک آرشیف ملی، مربوطات لیسه مریم، 500 فامیلی و حوزه 11 اصابت کرده است. اینجا چهارراهی مارکت مربوط به حوزه چهارم پلیس کابل است. درست از همینجا و چهارراهی تیمسکن از دو موتر چندین موشک بر بخش های مختلف شهر کابل پرتاب شده است. هیچ کس داخل موتر نبود، زمانی که فایل میشد موتر خودش حرکت میکرد. اینجا روایت پردردی که اشک از چشمان جاری می کند. مشعل و شقایق، خواهر و برادری که با مادرشان آخرین صبحانه زندگیشان را می خوردند، اما با پرتاب موشک بر این خانه پرپر شدند. ماتم برای مرد شقایق 22 ساله که قرار بود تا یک ماه دیگر به کانادا پیش همسر خود برود و مشعل 21 ساله که تازه از ترکیه آمده بود تا نامزد شود است. دو تا جوان رشید ما را از دست دادیم و یک سیاسر دولت کماست. مجره ویزی که ما داخل شدیم و هر کدامشان در صفتادگی بودن. ما اما قطعانستیم که وار انتقال بدیم. این نوار تصویری جریان برخورد موشک به شهر نو کابل را نشان می دهد. فضل که اکنون در بیمارستان وزیر اکبر خان بستری است، در اینجا با اصابت این موشک از ناحیه پا زخمی می شود. ما دو قسمت مواد با این می کردیم که یک صدای انفجار شد، ما گفتم انفجار شد تا که روی ما دور بودم دقیق یک چند متری نزدیک خود ما که یک راکت دیگه در اونجا در نزدیک خود ما خورد، دیگه ما نفهمیدم. 12 نفر از اینا کسایی بودن که مجروح شده بودن. از این 12 نفر دو نفر وضعیت عمومیشان خوب نیست. خانواده هایی که در اثر اصابت موشک ها زخمی یا نزدیکانشان را از دست دادند در بیمارستان های پایتخت یا پیکر عزیزانشان را تحویل می گیرند و یا هم در تلاش مداوای زخمیانشانند. با این حال وزارت داخله می گوید در اثر اصابت 24 موشک 8 تن جان باخته و 31 تن دیگر زخمی شدند. این عمل شنی طالبان تروریست ضعف و شکست این گروه را نشان می دهد. در حالی که وزارت داخله طالبان را متهم به شلیک این موشک ها به شهر کابل می کند، اما طالبان با نشر خبرنامه دست داشتنشان را در این حملات موشکی رد می کنند.